با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، اعتراضات مردمی در کف خیابان‌ها و سرکوب خشن معترضان از سوی نیروهای نظامی و حکومتی کماکان ادامه دارد. بر مبنای آمار سازمان حقوق بشر ایران، شماره کشته شدگان در اعتراضات را بیش از 200 نفر اعلام کردند که احتمالاً 23 نفر کودک در میان کشته شدگان هست. برای چگونگی تداوم و پایداری جنبش همراه می شویم با خانم شهلا عبقری، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در آمریکا. سلام خانم عبقری، خوش اومدیم. درود بر شما، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. درود میگم به تمام بینندگانی که صدای منو میشنوند در جاجای ایران و امیدوارم که به زودی این انقلاب به پیروزی برسه. امیدوارم. خانم عبقری، ارزیابی شما از جنبش در حال حاضر چیه؟ من قبل از اینکه ارزیابی ما بگم، اول میخوام مشخصه های این جنبش رو بگم و چرا اینکه این جنبش فرق میکنه با جنبش هایی که تا الان داشتیم. و با اجازه شما، من اینا دیگه جنبش نمیدونم، من فکر میکنم که دیگه میشه بهش انقلاب بگیم. دو روز پیش در تظاهرات کف خیابون شعارشون این بود: این دیگه اعتراض نیست، شروع انقلابه. یعنی خود جوانان، دختران و پسران در کف خیابون گفتن که دیگه ما انقلاب رو شروع کردیم و اهدافی که این انقلاب داره یعنی ساختار شکنه، یعنی واقعا میخوان که جمهوری اسلامی رو به پایین بکشن به طور کامل، که اصلاح طلبان و اصولگرایان و اینا هیچ کدومشون جایی درش ندارن. بنابراین به خاطر همین از نظر من ما میتونیم الان انقلاب بنامیم و به نظر من این بسیار بسیار فرق میکنه با قیام ها یا جنبش هایی که تاکنون انجام شده در داخل ایران. از چند نظر مشخص ترینش در صف اول بودن زنان ایران هست. از نظر من این یک انقلاب زنان است. رهبریش و جایگاه زنان و نقش زنان در این انقلاب بسیار بارزه، هرچند که مردان هم در کنارشون هستن و این یکی از اولین باری هستش که مردان و جوانان به همراه زنان به میدان اومدن. من و اینم فکر میکنم به خاطر 43 سال مبارزه زنان هست که پس از آمدن جمهوری اسلامی به قدرت، دیدیم که اولین کاری که جمهوری اسلامی کرد خواست از طریق سرکوب زنان بقیه جامعه رو سرکوب کنه. فرمان حجاب رو که صادر کرد و زنان هنوز جمهوری اسلامی رسمی نشده بود، 3 هفته بعد از سر کار آمدن فرمان حجاب رو خمینی داد و از همونجا مبارزه ضد حجاب اجباری شروع شد که واقعا بسیاری از نهادها و سازمانها همراهی نکردند، مردان جامعه همراهی نکردند و این مسئله و این مبارزه با حجاب اجباری از همون موقع به همین ترتیب ادامه داشته و مداوم زنان ما سرکوب شدند، دستگیر شدند، زندانی شدند و بسیار صدمه دیدن، ولی با وجود این مقاومت کردن. در این 43 سال اون حجابی که جمهوری اسلامی میخواست که یک چادر و مقنعه بود و به صورت یک روسری در آوردن که اون مورد نظر جمهوری اسلامی نبود و به خاطر این هستش که هر چند وقتی شروع میکنه به سرکوب، سعی میکنه که بترسونه زنانه، که زنان شاید دیگه مقاومتشون رو بذارن کنار و دیگه مقاومت نکنن. ولی خوشبختانه میبینیم که زنان همینجوری ادامه دادن و در این همین شاهد بودیم که در سال قبل روزی رو به عنوان روز حجاب جمهوری اسلامی اعلام کرده و اون روز خواهران زینب شو با اون حجاب‌های اسلامی آورده تو خیابونا رژه رفتن و به این ترتیب میخواست تکیه بکنه و بسیار فشار بیاره رو زنان. از این طرف جریمه میذاره برای حجاب، از اون طرف به گشت ارشاد دستور میده که
به شدیدترین وجهی زنان رو اگر اینا بد حجابی کردن اینها رو سرکوب کن. و به دنبال این بود که مسئله دختر نازنین کردستان قتل ژینا به وجود اومد، با وجود اینکه حجابش اشکالی نداشت، ولی چون به اینا واقعا به این مأمورین گشت ارشاد آتش به اختیار گفته بودن و اونها به دلایل مختلف میتونستن جلوی دخترها رو بگیرن و اگه مثلا از قیافه دختری خوششون نمیمد یا خوششون میمد سعی میکردن که سرکوبش کنن و این اتفاق افتاد در مورد ژینا. و این مسئله ژینا و شعاری که در روز خاکسپاری ژینا داده شد به وسیله خانوادهش، زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی، این شعاری جهانگیر شد و این یه مشخصه دیگه ای هستش. چرا این شعار جهانگیر شد؟ به خاطر اینکه زنان در مورد در جامعه ایران تحت تبعیض چند لایه هستند و زنان جهان هم هستند. اگر ما نگاه کنیم به زنان جهان، شاید چند کشور باشه که تبعیض جنسیتی نزدیک صفره، ولی بیشتر کشورها هنوز تبعیض جنسیتی هست و بدین دلیل زنان جهان درد زنان ایران رو میفهمن و بدین دلیل هست که تمام زنان جهان الان دارن اعتراض میکنن، دارن همراهی میکنن، دارن همگامی میکنن با زنان ایران. این مشخصه دوم بود که من داشتم میگفتم. و مسئله دیگه، مسئله ایجاد همبستگی هست. در روز خاکسپاری ژینای نازنین خانوادهش تکیه کردن و بر این مسئله و گفتن که ژینا فقط دختر کردستان نیست، دختر ایرانه. و این مسئله باعث شد که دیگه تمام مناطق ایران، تمام اتنیک‌های مختلف همه با هم دیگه همبسته شدن روی مبارزه با جمهوری اسلامی. به نظر من حجاب اجباری یک مسئله هستش که بسیار بسیار مهمه و از نظر من پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی بدون حجاب هویت نداره و این دلیل هیچ وقت نمیخواد این حجاب اجباری رو از بین ببره و روش وای میسته و اگر روزی از بین بره جمهوری اسلامی هم افتاده است. دیدیم که به دنبال شعار حجاب اجباری مسئله نه ما جمهوری اسلامی نمیخوایم آمد. بنابراین من فکرم در بخش حالا میرسم دقیقا به سوال شما، نمیخوام از 5 دقیقه بیشتر بشه، این که چطوری ارزیابی میکنم. من به همین دلایلی که گفتم فکر میکنم که این جنبش جنبشی هستش که گسترش بیشتر از اینم که هست پیدا میکنه و باقی خواهد موند. و نکته آخری رو که میخوام اضافه کنم این هستش، این جنبشی هستش که به طرف یک حکومت سکولار لائیک میره. چرا به طرف یک حکومت سکولار لائیک میره؟ برای اینکه زنان به حقوق خودشون نمیرسن تا زمانی که یک حکومت دینی در ایران باشه، برای اینکه تمام قوانین شریعه اسلامی هستش که حقوق زنان رو زیر پا میذاره و قوانین زن ستیز و که بر ضد زنان هست در جمهوری اسلامی اعمال میشه. بنابراین وقتی که زنان بلند میشن برای گرفتن حقشون، جمهوری اسلامی رو به زیر میکشن و به طرف حکومتی میرن که سکولار باشه و از نوع رادیکالش که لائیکه، که دین باید از حکومت و از آموزش و از خیلی از بخشایی که میتونه قدرت نمایی کنه به دور باشه. شما مسئله اون چیزی رو که مطرح کردین به عنوان انقلاب زنانه مطرح کردین، من از نقش زنان رو در این انقلاب بسیار ویژه میبینم. البته همونجور که جوانان در سطح جامعه شعاری رو مطرح کردم که سرنگونی نظام جمهوری اسلامیه، مسئله شاید ویژگی این جنبش بر این باشه که زنان نقش ویژه‌ای دارن. برای انقلابی که ما در پیش رو داریم مسلماً یک انقلاب طبقاتی خواهد بود، مسلماً انقلابی خواهد بود که زن، یعنی زمانی همونجور که خودتون مطرح کردین، اولا حضور
تا سکولار نباشه که اصلا نمیتونه مذهب تا زمانی که وجود داره اصلا نقش زنان بر مبنای اون ایدئولوژی که اینا دارن نمیتونه پاسخگوی زنان باشه. یعنی اون قوانینی که در شرع وجود داره اصلا زنان رو حذف میکنه و اینجا زنان به دفاع از حقوق خودشون بلند شدن. ولی این شعاری رو که مطرح کردن، زن زندگی آزادی، در واقع تکمیل کننده شعار آزادی برابری است. برمیگرده به اون حقوقی که در جامعه در واقع به طور مشخص و واضح باید نشون بده نقش طبقات رو درش و اینکه حقوق طبقات درش چجوری و چگونه گنجانده میشه و زنان نمیتونن جدا از مردان جامعه به حقوق حقه خودشون دسترسی پیدا کنن، در حالی که خب ویژگی های خاص خودشون رو دارن، یعنی ویژگی های حقوقی خودشون رو دارن که باید براش دفاع کنن و بهش دسترسی پیدا کنن و مسلماً با نقشی که در این انقلاب ایفا می کنن حتما به اون حقوق دسترسی پیدا خواهند کرد. شما نقش به من بگید که چجوری شما مسئله گسترش، یعنی مطرح کردین به گسترش این جنبش یا انقلاب، من اصلا روش چیز ندارم چون منم اعتقاد بر این دارم که این جنبش به سمت انقلاب حرکت کرده و در واقع همون جور که جوانان ما شعار دادن مسئله انقلاب رو مطرح کردن و تداومش 100% به انقلاب در اون جامعه منجر خواهد شد و با سنگونی حکومت اسلامی همراه خواهد بود. حضور جوانان رو در این جنبش شما چگونه میبینید و علتش رو چی میبینید؟ من قبل از اینکه بخوام به سوال دومتون پاسخ بدم، من موافق نیستم که این انقلاب یک انقلاب ایدئولوژیک خواهد بود. من فکر میکنم این انقلاب انقلابی فرا ایدئولوژیک و فرا جناحی هستش و برای حقوق تمام قشرهای جامعه هست و زنان و همون و شعاری زن زندگی آزادی به تنهایی کافیه. زن وقتی که گفته میشه و زندگی گفته میشه و آزادی گفته میشه، در بطن این واژه مسئله برابری نهفته است، برای اینکه زنی که بخواد واقعا زندگی کنه باید تبعیض در برابرش نباشه، یعنی باید رفاه باشه، باید تبعیض نباشه، باید قوانین ضد زن نباشه. بنابراین من به نظر من برابری درش نهفته است و اگر همین شعار رو به همین ترتیب داشته باشیم به همون هدفی که شما میگید خواهیم رسید. در مورد اینکه چرا میبخشید اینجا صحبتتون رو قطع میکنم، اگه شما برابری رو در درون زندگی میبینین که به نظر خود من حجاب در واقع زن زندگی آزادی معنای بسیار وسیعی داره، ولی مطمئناً به عنوان یک شعار تاکتیکی در جامعه مطرحه و شعار بسیار در واقع پابرجا و بزرگیه، ولی نیاز به برای ادامه این انقلاب نیاز به تاکتیک های جدیدی ما داریم که به این شعار باید افزوده بشه. اگه شما برابری رو در زندگی میبینید، من مسئله ندارم، یعنی میتونیم با هم به توافق برسیم که برابری در زندگی مفهوم پیدا خواهد کرد. بله، من فکر میکنم که باید این، یعنی زندگی ما واقعا زندگی خواهد بود که ما برابری داشته باشیم، اونطوری که من زندگی را میبینم، یعنی واقعا در جاهای دنیا اگر برابری وجود نداره واقعا زنان زندگی ندارن، زندگی که واقعا رفاه داشته باشن، راحت باشن، سدی در جلوشون نباشه. به این دلیل من اینو اینطوری میبینم. در مورد سوالی که شما کردین در مورد که جوانان ما
که سال اول بعدیتون این بود که چجوری میتونیم اینو گسترش بدیم، این انقلابو در گسترش این مسئله اعتصابات بسیار مهمه که به دنبال اعتراضات خیابونی حتما باید اعتصابات مداوم و پی در پی به دنبالش باشه، که خوشبختانه اعتصابات شروع شده و میبینیم که اعتصابات شرکت نفت، اعتصابات پتروشیمی و اعتصابات بازار و بخشای دیگه ای از جامعه به دنبال شروع شده و داره گسترش پیدا میکنه. من فکر میکنم که اعتراضات خیابونی به همراه اعتصابات میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو به پایین بکشه، به خاطر اینکه در شرایطی که جمهوری اسلامی قرار داره در حال حاضر. اما اینکه چرا جوانان کمتر از 30 سال الان در این انقلاب یا جنبش در صف اول مبارزه هستن، به خاطر اینکه جوانان چیزی ندارن از دست بدن. جوانانی که الان ایران هستن در شرایطی که جوانان قرار دارن، شرایط زندگی واقعا نیست، شرایط مرگ تدریجیه. به خاطر اینکه چیزی رو ندارن از دست بدن، آمدن که به اون چیزهایی که برای زندگی لازم هست برسن. من در یک مصاحبه که چند روز پیش در CNN آتلانتا، مرکز CNN در آتلانتا است، و من در CNN اینجا دیدم، با یک جوانی در ایران، البته صورتش پوشیده بود، صداش هم تغییر داده بودن، باش مصاحبه میکرد، از همون کف خیابون مصاحبه میکرد. این جوان میگفتش که ما در این مبارزه ما یک خیابون یک طرف است، یعنی ما برگشت نداریم، یعنی ما داریم میریم که به پیروزی برسیم. ما هممون اینجوری فکر میکنیم این مبارزه رو، که مبارزمون یک خیابون یک طرف است و داریم میریم تا جمهوری اسلامی رو به پایین بکشیم و بر نمیگردیم. و این حرف این جوان خیلی خیلی به من امید داد. من فکر میکنم به تمام کسایی که شنیدن بهشون امید داده که جوانان ما الان در این حد هستن. ببینید شما الان نگاه کنیم به زندگی جوانان ما. این جوانانی که تظاهرات هستن اکثرشون کار ندارن، اکثرشون دانشگاه رفتن بازم کار ندارن، اکثرشون خانواده‌هاشون فقیرن، از نظر مسکن، از نظر مشکلات زندگی بسیار بسیار مشکل دارن. بنابراین اینها در حال حاضر چیزی رو ندارن که بخوان اونجا بمونن بر همون شرایط. خودکشی در بین جوانان بسیار زیاد شده. اینها همه عواملیه که باعث میشه که جوانان به انقلاب کشیده بشن، بیان مبارزه بکنن. و من فکر میکنم که حتی اونهایی هستن، اونایی هم که شاید یه خورده از طبقه فقیر، یعنی حتما میدونین که در فقر نسبی اکثریت در فقر نسبی هستن، یه عده در فقر مطلق هستن. اونایی که در فقر مطلق هستن که خب الان اومدن، ولی اونایی که در فقر نسبی هم هستن که حتی یه چیزایی دارن الان تو زندگیشون، اونها هم خواهند پیوست، به خاطر اینکه اونها هم چیزهایی هست در زندگی که فقط به خور و نمیر زندگی میکنن، ولی باید رفاه کامل داشته باشن، رفاهی که معمولا در کشورهای توسعه یافته یک رفاه متوسط هست براشون. بنابراین عجیب نیست که ما ببینیم که جوانان ما الان در کف خیابون مبارزه میکنن و با چه شهامت و دلیری دارن مبارزه میکنن، به خاطر اینکه دیگه پشت سرشون رو نگاه نمیکنن، فقط میخوان به جلو برن و این رژیم رو بکشن پایین تا به خواسته هاشون برسن. خیلی مختصر میخوام به عنوان یک مادر، وقتی جوانان رو در کف خیابون میبینم که به شکلی واقعا فجیع به قتل میرسن و اون ضرباتی که تو کف خیابون میبینه آدم که چجوری اینا رو میزنن، به عنوان یک مادر چه حسی داری؟ احساس بسیار بسیار بدی دارم، و خاطر اینکه من همیشه فکر میکنم که من مادر اون بچه هستم، من مادر اون جوان هستم. اصلا احساس میکنم که ضربه دارن من به من داره خورده میشه، و به خاطر اینه که بسیار بسیار حال بدی دارم این روزا، و اصلا اعصاب من و روانم بسیار بسیار شکننده شده.
و من فکر میکنم که مادرانی که بچه هاشون اینجوری در کف خیابون هستن و اینجوری دارن کتک میخورن، دارن زخمی میشن، دارن کشته میشن، چه حالی دارن؟ و واقعا حال اونا رو سعی میکنم بفهمم، که میدونم که خیلی خیلی سخته، ولی خب در این شرایط خب انقلاب هزینه داره و بسیار بسیار متاسفم که ما باید انقدر هزینه بدیم. همینجوری که شما گفتین حدود 200 نفر جوان رو از دست دادیم تا کنون، و امیدوارم که دیگه ما جوانای زیادتری رو از دست ندیم، ولی خب انقلاب هزینه خواهد داشت، ولی امیدوارم که هزینهش سبکتر باشه. و دیروزم در بیانیه‌ای که برای اعتصابات شرکت نفت آمده بود، بیانیشون نوشته بودن که اگر ما این اعتصابات رو گسترده تر بکنیم و از هزینه ما در کشتار جوانان کمتر میشه. من فکر میکنم که این درسته. اگر ما اعتصابات رو گسترده تر بکنیم و جوانان گاهی اوقات همراه اعتصابیون بیان به خیابون، شاید هزینه که ما الان داریم میدیم خیلی کمتر بشه. تشکر از حضورتون تو این گفتگو. من سوال خاصی ندارم، ولی اگه خودتون پیامی صحبتی دارین. صحبت آخری که من دارم، میخواستم بگم که من به عنوان یک مادر پشت شما هستم، به عنوان یک کنشگر سیاسی، کنشگر فرهنگی، کنشگر حقوق زنان، تا اونجایی که بتونم با قلم یا با توییت یا با اینستاگرام ساختن کلیپ و هر چیزی که از دست من در این گوشه دنیا میاد، صدای شما رو به جهانیان سعی میکنم برسونم. من ممکنه یک گندمی باشم در این راه، ولی امیدوارم همین ذره هم اثرگذار باشه در انقلابی رو که شما پیشروانش هستید. پیروز و موفق باشید، با امید روزی که ما رهایی ایران رو ببینیم. امید پیروزی نسل جوان در اون جامعه و کل مردم ایران.